سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بریم قسمت 11 شبح سرگردان آرتور ینسن. اگه موافق هستین بحث رو دنبال کنیم. یادتون هست تو قسمت 10 آخراش بود خدمتون گفتم که نتایج تحقیقی به اینجا رسید که یک باور عمیقی توی سالهای 80-90 شکل گرفت که ببین بسیاری از صفتهای ما ژنتیکیه و کارش نمیتونی بکنی، انسان‌ها با اونا به دنیا میان. و گفتیم قوی‌ترین سندی که رو شده بود مطالعه دوقلوها بود، به خصوص مطالعه دوقلوهایی که جدا از هم بزرگ شده بودند، یعنی اون مطالعه میسترا یا در واقع مطالعه مشهور مینوسوتا در مورد دوقلوهای مونوزیگوت تک تخمکی که جدای از هم بزرگ شده بودند. و گفتیم اینقدر این داستان پررنگ بود که متخصصین ژنتیک و علوم رفتاری گفتن ببین اینجوریه که بخوای این دوتا رو مقابل هم بذاری مثل گودزیلاست در مقابل بامبی و گودزیلایی که بامبی رو له کرده. اما من میخوام حالا بپردازم به ایرادات جدی که به این غلبه زود هنگام، به این پیروزی زود هنگام وارده. حالا دوستان عزیز ببینید، من هیچ اینطوری بگم هیچ شاید کینه ای به مسئله ژنتیک یا بیولوژیک ندارم، فقط عرض بنده اینه که نتیجه گیری ها زود هنگام بوده و خیلی از افراد میگن که اون مقدار مطالعه ای که شما داشتی در مورد دوقلوها با اون متدولوژی که توش ایرادات جدی بوده، توی اون روش شناسی ایرادات جدی بوده، اینقدر ادعای بزرگ نمیتونی بکنی. چون شما اگر نوشته های در واقع اواخر قرن 20 رو نگاه کنی، اینقدر این پررنگ شده که شما راجع به هر چیزی، از اینی که چرا بعضیا مثلا از نامزد چشم روشن خوششون میاد، چرا یکی از شوهر قد بلند خوشش میاد، که چرا یکی دیگه دوست داره همسرش یه ذره چاق باشه، همه اینا رو سری میومدن نسبت میدادن به ژنتیک. و یک حوزه ای هم خیلی رشد کرد به نام روانشناسی تکاملی، evolutionary psychology. و اِوولوشنری سایکولوژیست ها خیلی از این نکات بهره می بردن تا هر صفتی در انسان پیدا می شد و می دیدن توی یه عده‌ای به صورت فراگیر هست، سری می اومدن می گفتن این محصول تکامله، برای اینکه تکامل خواسته این صفت رو تقویت کنه و در این حال ژنتیکی هم هست، چون ما مطالعه دوقلوها نشون داده شده که خیلی از ترجیحات ما، صفات شخصیتی ما، صفات هوشی ما ژنتیکی است. حالا من برای تعدیل و حفظ تعادل میخوام به ایرادات جدی هم بپردازم. همون موقع که مطالعات دوقلوها بود، این 3 نفر جز افرادی بودند که به راحتی زیر بار نرفتند. ریچارد لوونتین یک فردی است که در زمینه تکامل خیلی فعاله، کتاب‌های متعددی داره در مورد داروینیسم و شکلگیری فرایند اِوولوشن. وسطی لئون کامین هست، همکاران روانپزشک با اسم او زیاد آشنایی دارن. او در زمینه اسکیزوفرنی و مشکلات شناختی در بیماران اسکیزوفرنی که کار زیادی انجام داده. تو بین این 3 نفر لئون کامین از دنیا رفته. و سومی استیون روز هست که او هم یک متفکری است که در زمینه علوم ژنتیک، وراثت و همچنین بیولوژی و تکامل کار میکنه. اگه یادتون باشه لئون کامین همونی بود که در واقع میشه گفت خطا یا تقلب سریل بورت رو شناسایی کرد و نشون داد که نمیشه این همبستگی ها با افزایش حجم نمونه ثابت بمونه. اینا یک کتابی همون زمان نوشتند در همون گیرودار مطالعات دوقلوها به نام Not in our genes، در ژن‌های ما نیست. Biology, Ideology and Human Nature، زیست شناسی، ایدئولوژی و در واقع طبیعت و سرشت بشر. و اینا یک هشداری دادن در مقابل این تاخت و تاز ناگهانی که ژنتیسیان‌ها داشتن و سعی می‌کردن هر چیزی رو که توی دوقلوها می‌دیدن یه قرابتی داره و اینها از هم جدا بزرگ شدن و اون صفت رو نشون میدن ژنتیکی بدونن، اشاره می‌کنه نه به این راحتی هم نیست. و البته این کتاب دیگه الان کتاب کلاسیک شده، اگر شما می‌خواید کتابی مطالعه کنید من این رو خیلی توصیه نمی‌کنم، شاید این یه مقدار بهتر باشه. DNA is not destiny، DNA سرنوشت نیست. و در واقع the remarkable completely misunderstood relationship between you and your genes. و اشاره قشنگی داره که در واقع ارتباط ما با ژن‌هامون کاملا بد فهمیده شده و
و متاسفانه یه عده‌ای که سطحی میخوان به مسائل نگاه کنن و زود یه چیزی رو ببینن، تو ازشون سوال میکنی مثلا این بیماری خلقی چیه؟ ژنتیکیه. اعتیاد چیه؟ ژنتیکیه. من بسیار این رو در این بالین میبینم، خیلی از خانواده‌ها سوال میکنن آقای دکتر مثلا تریاکی شده ژنتیکیه؟ اینی که خودکشی میکنه ژنتیکیه؟ پس این ژنش از کی منتقل شده؟ از پدر اومده؟ از مادر اومده؟ ژنشو میشه شناسایی کرد؟ حتی یه عده خیلی بلند پروازانه تر شدن، ما این ژنا رو میایم شناسایی میکنیم، مهندسی میکنیم، حذفش میکنیم، یعنی در واقع یک نوع اصلاح نژاد ژنتیکی رو مطرح میکنن. ولی این افراد میگفتن نه، این مطالعات دوقلوها ایراد داره و به این نتایجی که اون ادعا میکنه به راحتی نمیتوان رسید. من میخوام یه هشداری توی این بحث به شما بدم که اینقدر ساده و سریع هر چیزی رو که میگن ژنتیکیه باور نکنید و به این فکر کنید که ارتباط ما با ژن‌هامون بسیار بسیار پیچیده تر و دشوارتر از اونیه که ما تصور کنیم. یه تعدادی ژن وجود داره که اینها یک بیماری یا یک صفت یا هوش رو دیکته میکنه. خب این یکی کتاب خیلی خوبیه، یعنی اگر کسی میخواد یک کتاب مطالعه کنه در مورد اینکه تقابل یا تعامل سرشت و ژن ما با فرهنگ و محیط ما چگونه است، شاید این کتاب خوبی باشه. جسی پرینس نوشته، من این رو توی اینستاگرام معرفی کردم و به نظر من یک شاهکار 5 ستاره است، Beyond Human Nature، که حالا این جداگانه من توی اون سخنرانی یا درسنامه قتل در قطار سری و سیر شرق به اون خواهم پرداخت. بیایم یه ذره متمرکز تر نگاه کنیم که در واقع ایراد مطالعات دوقلوها چیه. چون ببینید دوستان عزیز، یه مشکل دیگه هم ما داریم. با وجود اینی که مطالعات دوقلوها خیلی تاکید دارن که صفات ژنتیکیه، ولی همونطور که دیدیم در GWA ها، اون جینوم واید اسوسییشن استادی ها، جینوم واید اسی ها، اینا پیدا نشد. حالا باز یه عده خواهند گفت که نه، ما پیداش میکنیم، متدمون رو بهتر میکنیم، از تکنیک های دقیق تر استفاده میکنیم، ولی به نتیجه خواهیم رسید. من میخوام بگم که نه، بیا یه ذره دنده عقب بگیریم، یه ذره بیایم به اون چیزایی که داریم شک کنیم و با یک شک دکارتی این قضایا رو بررسی کنیم که این همه ما میگیم ژنتیکیه ژنتیکیه، شاید توصیفای خیلی زیباتر، علمیتر و دقیق تری باشه. من نمیخوام یه چیز رو بکوبم خراب کنم، میخوام بگم از دلش میشه چیز خیلی زیباتر و هوشمندانه تری در بیاد که یه مقداری به اون بپردازیم. یک کتابی هست، من راستشو بخواین اینو شاید مثلا 15 سال پیش بخشایشو خوندم، اون زمان حس کردم این کتاب اغرابه، خیلی جذبش نشدم، باید این اعتراف رو بکنم. نوشته جی جوزفه، یه مقدار حس کردم شعاریه، حس کردم یه مقدار پرخاشگرانه است و یه مقدار ایدئولوژیکه، داره ژنتیسیان ها رو میکوبه. اسمش بود The Gene Illusion. حتی شما اسمش رو هم نگاه کنید خیلی بار داره، یعنی میشه گفت مثلا توهم ژن. و زیرنویس یا اون سابتایتلش، سوتیترش Genetic Research in Psychiatry and Psychology Under the Microscope، مطالعات ژنتیک در روانپزشکی و روانشناسی زیر ذره‌بین یا میکروسکوپ. و در این اشاره کرده بود که خیلی از این چیزهایی که میان میگن، نمیدونم اسکیزوفرنی چقدرش ژنتیکیه، اختلال دو قطبی چقدرش ژنتیکیه، این توش در واقع آب میره توی این پژوهش‌ها و خیلی پژوهش‌های متقنی نیست. ولی راستش بخواید خب از نثرش خوشم نیومد، اسم کردم خیلی دیگه داره داد میزنه و شکایت میکنه. ولی همین نویسنده جی جوزف حدود 15 سال بعد یک کتاب میشه گفت معقول تری نوشت که من این رو هم در اینستاگرام معرفی کردم، به خصوص برای روانپزشکا و روانشناسا خوندنش رو توصیه میکنم. The Trouble with Twin Studies، مشکل مطالعات دوقلوها. این نثرش یه مقدار معتدل تر، علمی تر و منطقی تر جی جوزف به این مقوله پرداخته. A reassessment of twin research in the social and behavioral sciences، یعنی بازنگری پژوهش دوقلوها در علوم رفتاری و علوم اجتماعی. و به درستی جی جوزف میگه پاشنه آشیل تمام این کوه عظیم، ساختار عظیم، ساختمان عظیم ژنتیکی بودن رفتار توی مطالعه دوقلوهاست. و اگر ما یک بار دیگه اینها رو ریاسس کنیم، دوباره با دقت بهش نگاه کنیم، توش ممکنه خطاهای جدی پیدا بشه. جالب، این کتاب اینقدر جنجالی و پرسر و صدا بود و میشه گفت تأثیر گذار بود که تورکهایمر
یک ژنتیسیان و یک ژنتیسیان البته معقوله، خیلی آدم افراطی نیست، یک نقدی به این کتاب نوشت در کتاب در ژورنال سایک کریتیکس 2015 به نام Arsonists at the Cathedral، در واقع میشه آتش افروزان در کلیسا، و گفت این کاری که تو داری میکنی آتش زدن به کلیساست. اون کاتدرال هم اون کلیسای فونداسیون زیرساخت باور به ژنتیکی بودن رفتاره، و تو مثل یک آتش افروز، یک آتش زن، یک آرسنیست اومدی کل بنای علم ما رو آتش بزنی. اما جی جوزف و همکارانش جسی پرینس که خیلی به کتاب جی جوزف ریفرنس داده چه بحثایی رو مطرح میکنند؟ من شمه از اونها رو میخوام خدمتتون عرض کنم، و این رو دارم میگم، قبول دارم، حواسم هست، هوشیارم، آگاهم، که این شواهدم شواهد خیلی متقنی نیست، خیلی قوی نیست، منم نمیتونم ثابت کنم ژنتیکی نیست، ولی میتونم در پیش روی شما، در پرسپکتیو شما، در دیدگاه شما توصیف‌های دیگری رو قرار بدم که شاید به نوعی شما کریتیو تینکینگ داشته باشید، به نوعی خلاقانه تر به این قضیه نگاه کنید و تصمیم گیری با خودتون باشه. یکیش رو قبلا خدمتون گفتم، گفتم توی اون مطالعاتی که می اومد اساسش بر این بود که مونوزیگوت ها با تفاضلش از دیزیگوت ها، تک تخمکی ها با تفاوتش از دو تخمکی ها، این فرض رو داره که وقتی شما دو تخمکی هستی یا تک تخمکی هستی، رابطه دو نفر دو قلو با همدیگه یا والدین با آنها یا محیط با آنها فرقی نداره، میگن هر دو محیطشون یکسان. ولی خیلی مطالعه هست میگه وقتی افراد دو قلوی تک تخمکی هست، به خصوص از نظر جسه، چهره و صفات ظاهری به هم شبیه هند، خیلی بایندینگشون، اتصالشون، اعتقادشون و کپی کردن رفتارشون از یکدیگه افزایش داره، و این پارامتریه که خیلی از ژنتیسیان های رفتاری وقتی به اون برمیخورن چیزی ندارن. به خصوص این مقوله شباهت چهره، من یه ذره از این پژوهش‌های شباهت چهره رو خدمتتون بگم. جالبه ببینید فرق مونوزیگوت ها با دیزیگوت ها، یکی از فرقای عمدهشون اینه که مونوزیگوت ها تک تخمکی ها خیلی به هم شبیه هم دیگه، و حالا شما ممکنه بگی ظاهر شبیه باشه چه ربطی به صفات شخصیتی داره، چه ربطی به ترجیحاتشون داره؟ دیدیم که هر دو گرایشات مذهبی، سیاسی، حتی علاقهشون به میسندلی و لباس و مد شبیه همه. آیا چهره میتونه به صورت غیر مستقیم و به صورت مرموزی باعث افزایش شباهت دو قلوهای تک تخمکی از هر جهت در رفتارها و گرایشاتشون بشه؟ مطالعات اولیه در مورد چهره جواب رو مثبت میده. اینا مطالعات جالبیه، من نمونهش رو براتون گذاشتم، و خوشبختانه با اومدن این تکنولوژی نرم افزار، این نرم افزارهایی که چهره رو مورف میکنند، و الان حتی میبینید که به صورت اسباب بازی در اختیار کودکان شما هم ممکنه باشه، پژوهش‌های جالبی انجام شده. مثلا در نظر بگیرید این چهره یک فرد هست، یک آزمودنی یا یک کسی که مورد در واقع داوطلب بوده که روی چهرهش دستکاری کنند. اینم یک آقا هست، این یک خانومه، این یک آقا هست. این چهره دوم چیه؟ میخوام در مورد این چهره نگاری ها و مورف های مقدار توضیح بدم خدمتتون. این چهره معمولا چهره میانگین اجتماعی اون گروه هست، یعنی شما میبینید که میان مثلا این کار رو میکنند که چهره طرف رو میگیرند و میانگینش رو استخراج میکنند. چهره کیو میگیرند؟ مثلا 100 تا از هم نژادهاش، حالا گفتیم نژاد هم یک سازه بیولوژیک نیست، حالا میتونی بگی هم محله یاش، یا این آقا هم همین کار رو میکنن. یه چیزی هم که شما متوجه میشید که چهره های میانگین، مثلا 100 تا چهره رو برداری با هم مورف کنی، ببینید چه چهره صاف و صوف و گرد و سیمتریکیه، و حتی خیلی ها میگن این چهره ها جذاب هم هستن. و بعد میان چهره خود اون طرف رو با درصدی از این مخلوط میکنن، یعنی شما ببینید مثلا همچین چهره‌ای در میاد. این چهره‌های وسط چی هستند؟ اینا مورف چهره نمونه با میانگین همنژادی‌های او چهره است. یعنی مثلا اینو نگاه کنیم میگن که شما مثلا 35% از این چهره داری و مثلا 65% از میانگین قوم خودت داری.
حتی میشه این کار رو کرد، چهره یک خانم رو با میانگین چهره آقایان اون قوم مخلوط کرد. این نرم افزارش هم الان یه مدت اومده بود، دستمایه شوخی بود که مثلا شما مرد هستی و فتوشاپ مثل شبیه فتوشاپ چهره شما رو زنونه میکرد، یعنی اگه شما زن بودی چه ریختی میشدی. و مثلا ببینید این ستون سمت راست اینا هست، این آقا اگر با میانگین زنان فرهنگ خودش چهرش قاطی بشه این ریختی میشه، یا این خانم اگر با میانگین مردان هم گروه هم قوم خودش قاطی بشه چهرش اینجوری میشه. پس این با میانگین زنان، این با میانگین مردان. منتها نکته جالبش چیه؟ نکته جالبش اینه، این مطالعات اینو نشون دادن وقتی چهره افراد رو میای 35% حتی 50% مورف میکنی با چهره هم نژادی های خودش، افراد نمیتونن تشخیص بدن که این چهره از چهره خود فرد قاطی داره. یعنی ببین اینجا یه چهره زنانه درست شده، اینجا یه چهره مردانه درست شده، ولی توی این چهره 35%، 30%، 40% بسته به اون نوع پژوهش هست از چهره خود طرف در واقع مخلوط داره. مثل اینایی هست که حالا مثلا گوشت گاو و گوسفندی رو مخلوط میکنن، میگن یا سوسیس مثلا درست میکنن، چند درصد سویا، چند درصد گوشته. اینجا گفته میشه که مورف 35% شماست. وقتی این چهره ها رو میان بین چهره های دیگه به طرف نشون میدن، طرف نمیدونه چهره خودش قاطی داره. یعنی شما چهره خودت رو وقتی با چهره دیگران قاطی کنن نمیتونی تشخیص بدی. باز اینجا همین کار رو کردن، یعنی فرض کنید یک نفر رو گرفتن با میانگین اجتماع قاطی کردن این آقا رو و یه چهره مورف درست کردن، و این چهره های مورف در واقع چهره هایی هست که طرف نمیدونه مال خودشه ولی یه حسایی بهش داره. حالا اون حسا چیا هست توی این مطالعات مختلف؟ مثلا اینجا یک مطالعه هست دو بروین انجام داده، facial resemblance، به این چهره هایی هم که درصد داره یعنی مخلوط داره از چهره خودتون، مثلا میگن self resemblance یعنی شبیه خودته ولی خودت به این insight نداری، بصیرت نداری، آگاهی نداری. facial resemblance enhances trust، یک مقاله خیلی جالبه در پروسیدینگ رویال سوسایتی لندن 2002، اون زمان که تازه این تکنولوژی اومده بود کار کرده، دیده بود که اگر چهره شما رو قاطی چهره دیگران بکنن و شما اون چهره رو حتی 30% از خودت داشته باشه، به اون آدم کلی حسهای خاص داری، مثلا بهش بیشتر اعتماد میکنی، به اون فرد معتقدی که آدم ارزشمندتریه، علاقت بهش بیشتره و در این حال دوست داری ازش الگو بپذیری و در واقع کارهای بیشتر و مشارکت زیادی باش بکنی. یعنی وقتی از افراد میپرسن که مثلا این صاحب چهره اگر با شما بخواد معامله انجام بده بین اینا کدومو انتخاب میکنی، و جالبه فرد میره اونی رو انتخاب میکنه که 35% 40% چهره خودش رو قاطی داره، و وقتی میپرسی که خب چرا به این اعتماد میکنی، چرا دوست داری با این هم کلاسی بشی، چرا دوست داری مثلا با هم یه کار مشترک بکنی، خیلی از مواقع میگن نمیدونیم، حس کردیم که این آدم معقول تریه، یا حس کردم از لحنش خوشم اومد، منو جذب کرد، منو گرفت. به عبارت دیگر نکنه در واقع وقتی ما با دوقلوهای مونوزیگوت مواجهیم، البته پژوهش رو اونا کمتر صورت گرفته هست ولی به اندازه خود فرد نیست، ما چهره دیگران رو که شبیه تر به خودمون هست بیشتر ازش کپی میکنیم، بیشتر ازش تبعیت میکنیم، بیشتر حرفاشو قبول میکنیم و حتی جالبه احساس میکنیم که بیشتر قابل اعتماده، ولی خیلی چهره برامون جنسی نیست. این هم یه معما بود، حالا ربطی به بحث ما نداره که آیا ما در چهره های جنس مخالف اگه 35% چهره خودمون رو قاطی کنیم این از نظر سکسی، این از نظر اروتیک جذابتر میشه یا نه، چون میدونید این به اون مقوله نارسیسیزم و اینا برمیگرده، یعنی ما از نظر جفت جنسی دوست داریم چهرهش یه جوری تزمینه شبیه خودمون باشه یا نه. اون جوابش هنوز پارادوکسیکاله، هنوز به درستی مشخص نیست، ولی در مورد اعتماد، در مورد اینکه دوست داشته باشی باهاش دوست بشی، دوست داشته باشی که فعالیت‌های در واقع دراز مدت با اون فرد به هم بزنی، دیدن که خیلی زیاد است. مثلا اگر فعالیت کوتاه مدت باشه با اون چهره هایی که در واقع یک مقداری از خود ما قاطی دارن، ما خیلی تمایل نداریم، یعنی دوست داریم ارتباطاتمون یا دراز مدت باشه و بر مبنای اعتماد، درک متقابل و همبستگی باشه. پس تا اینجا این مطالعات این رو نشون دادن
که وقتی چهره‌ای به ما شبیه تره، حتی اگه خودمونم حواسمون نباشه، خیلی با اون بیشتر همانندسازی میکنیم. و حالا شما این مسئله رو در مورد دوقلوها نگاه کن. دوقلوها چهرهشون خیلی به هم شبیه تره و در واقع اینی که دوقلو خیلی بیشتر حرف همو قبول دارن تک تخمکی‌ها، میتونه صرفاً ناشی از این باشه که خب چهره‌هاشون به هم شبیه تره. در نتیجه این احساس میکنه اگه اون ساعت به تو میاد، به منم میاد. اگه تو این نوع مبل دوست داری، منم این نوع مبل دوست دارم. این در واقع تو ژن چیزی نیست، صرفاً بای پروداکت یا محصول جانبی شباهت چهره است. حتی روی این قضیه پژوهش‌های جالب‌تری هم صورت گرفته. یه مقدار ممکنه شما خسته بشید، ولی خواهش میکنم نگاه کنید، چون این پژوهش‌های ارزشمندی در حوزه شناخت است. مثلا من این رو مثال بزنم، این پژوهش جالبی اینجا براتون 2017 چاپ شده و در واقع روی پدیده استارتل کار میکنه. استارتل چی هست؟ استارتل یکی از شاید بگم مهمترین متدولوژی‌های بررسی تحلیل هیجانی و شناخت هیجان و درک هیجان در چهره است. داستانش هم اینه، میگن شما به یک هیجانی در دیگران نگاه کن. مثلا یه چهره به شما نشون میدن، خب، و شما به این چهره خیره بشو و هیجانش رو بگو. مثلا بگو که این فرد ترسیده، این فرد شاده، این فرد دچار هیجانه، این فرد غمگینه، یا اینکه این فرد سورپرایز شده، در واقع میشه گفت به نوعی حس هیجان ناگهانی داره. منتها این پژوهش اصلش نیست. پژوهش اصلش اینه که وقتی شما داری چهره رو تو یکی دیگه پردازش میکنی، ناگهان مثلا یک صدای بلند ترسناک پخش کنند، مثل صدای ترقه، یا معمولا اون اتصال بلنگو که شما دیدی مثل خخ، یه صدای خشه بلنده، آدم از جاش میپره. به این میگن استارتل. و اون استارتل دیدن تو حالتهای مختلف در واقع فرق میکنه. پس پژوهش به این صورته، میان یه چهره به شما نشون میدن و مثلا به فاصله 50 میلی سکند یا دیرتر برای شما استارتل ایجاد میکنند. گاهی اوقات استارتل ها خیلی به فاصله کوتاه هست، مثلا از 50 میلی سکند هست تا 300 میلی سکند، به اینا میگن شورت انتروال، یعنی اون صدا در واقع بعد از نشون دادن چهره با فاصله کمی میاد. یعنی شما اول چهره رو میبینی، داری بهش فکر میکنی، مثلا 300 میلی سکند بعد اون صدای ترقه میاد. و استارتر رو هم خیلی قشنگ میشه اندازه گیری کرد، اون مقداری که شما از جای خودت میپری، اون مقداری که شما از جای خودت میپری در واقع ویژگی استارتل هست. و در این حال ممکنه که توی فاصله کوتاه اون صدا بیاد، یعنی مثلا 300 میلی سکند بعد از دیدن اون چهره بیاد، یا اینی که یه فاصله طولانی تر، مثلا 3500 یا 4500 میلی سکند، یعنی میشه 3 و نیم ثانیه تا 4 و نیم ثانیه بعد. اگر در فاصله کوتاه بیاد، یعنی 300 میلی سکند بیاد، یعنی شما دقیق شدی چهره یه نفر رو ارزیابی بکنی، خب داری میگی که مثلا من میخوام ببینم این چهره شاد غمگینه چیه، و بعد به فاصله 300 میلی سکند یه صدای ترقه بیاد، معمولا به جای اینی که استارتل شما زیاد بشه، استارتل شما کم میشه. به این میگن پری پالس اینهیبیشن یا در واقع پی پی آی، یعنی اینی که شما دقیق شدی، رفتی همچین توی تعیین چهره طرف و توی اون حالت درک چهرش فرو رفتی، باعث میشه که اون استارتل شما مهار بشه. و این مهار شدن استارتل نشون میده که سیستم شناختی شما داره یه جای دیگه پردازش میکنه. برعکس اگر به فاصله مثلا 3500 تا 4500 میلی سکند یک صدا پخش کنند، شما استارتلت تقویت میشه. ببینید اینجا مثبته، سمت چپ در واقع توی دراز مدت هست مثبت هست، یعنی استارتل بیشتر شده، ولی توی سمت راست استارتل ها اکثر مواقع کمتر شده. منتها نکته ای که وجود داره اینه که اونی که با فاصله زیاد هست، استارتل شما یعنی از جا پریدن شما افزایش پیدا میکنه. به این میگن پی پی اف، یعنی پری پالس فاسیلیتیشن، استارتل شما رو فاسیلیته میکنه، تشدید میکنه. حالا این چه ربطی به پژوهش های ما داره؟ چون خیلی ها میگن پدیده نوروتیسیزم، پدیده اکستراورژن، پدیده بسیاری از حالتهای هیجانی، بیمارای خلقی، اسکیزوفرنی، در اینها پری پالس اینهیبیشن و در واقع پری پالس فاسیلیتیشنشون با جمعیت عادی فرق میکنه. منتها اگر ما بیایم ببینید، این پژوهش این کار رو کرده
که این چهرهی که به طرف نشون میدن یه جای چهره کاملا غریبه باشه یا برعکس چهرهی باشه که مورف از خودش داره. حالا مورف از خود رو شما میتونید معادل این در نظر بگیری که چهره دوقلوش باشه. ببینید الگوی در واقع استارتلش چقدر عوض میشه. به عبارت دیگر اگر شما مثلا یک کسی رو که هیچ شباهتی به خودت نداره و چهره شاد رو داره نشون میده تماشا کنی و بعد از 3 ثانیه صدای ترقه بیاد خیلی از جات نمیپری، ولی اگر چهره‌ای که مورف خودت توش هست ببینید خیلی بیشتر، اینجا حدود مثلا 5% بوده، اینجا حدود 25%، حدود 5 برابر اون فسیلیتیشن شما تشدید میشه. و همین رو اینجوری نگاه کن، چهره خود ما معادل چهره دوقلوی تک تخمکیه. پس همونطور که شکلگیری هیجان ها، درک هیجان ها، واکنش نشون دادن به هیجان ها بسیار پیچیده است، وقتی چهره‌ای که در جلوی شما قرار گرفته دوقلویی است که عین قیافه شماست، شبیه سلف شماست. ببین اینجا سلف ما حدود 30% فقط مخلوط داشته توی اینا، 30%ش در واقع چرخ‌کرده بدون استخوان مخلوط داشته، ولی اونجا شاید گاهی اوقات تا 80-90% شبیه همه. و در چهره او شما حالت ترس می‌بینی، حالت خونسا می‌بینی، حالت خوشحالی می‌بینی، چقدر پردازش‌های شما می‌تونه متأثر باشه. و حتی ریاکشن تایم شما در شناسایی ایموشن، وقتی ایموشن در چهره غریبه هست، زمانی که طول میکشه شما چهره رو دیتکت کنید بیشتر از زمانی است که اون ایموشن، اون هیجان در چهره خودتون یا چهره دوقلوی تک تخمکیتون هست. پس میبینید این معمای چهره رو نمیشه به همین راحتی از کنارش رد شد. و چه بسا، ببینید من میگم، من اعتراف کردم، گفتم شواهد من قطعی نیست، ادعایی من، ولی میخوام بگم ببین همونطور که شواهد ژنتیکی هست، شواهد پیچیده و ظریف اونوری هم هست. چه بسا همین الگویی که چهره این دو به هم شبیهه و مثلا میبینه اون یکی تک تخمکیه داره گریه میکنه یا خوشحاله، این پردازش چهرهش، پردازش ایموشن در اون چهره، که همه اینها زیر ساختهای پدیده‌های مثل نوروتیسیزم، مثل برونگرایی، مثل اختلالات خلقی، افسردگی، استراب و اینا هست، در واقع یک تمایزی با جمعیت عادی داره. یعنی وقتی شما میبینی اون دوقلوی تک تخمکی شما ناگهان ترسیده که چهرهش خیلی شبیه شماست، یعنی انگار چهره ترسیده خودت رو تو اون میبینی، این پردازش خیلی متفاوتی میکنی، یادگیری متفاوتی در مورد الگوهای ترساور و استرابزا میکنی، تا وقتی یه چهره غریبه یا یک سیبلینگ غیر تک تخمکی خودت رو میبینی که شبیه خودت نیست. اگر تک تخمکی یکسان انگشتش مونده لای کشو و یک جیغی میزنه، این میزان پذیرش اینفورمیشن ایموشنال و سرایت ایموشنال در اون حالت خیلی خیلی بیشتره تا اینی که یک دو تخمکی که چهرش شباهت زیادی به او نداره. پس همین یه قلم میبینید چقدر میتونه در واقع تاثیرگذار باشه. حالا میگم من اثبات نکردم چیزی رو، ولی دارم یه آلترناتیوهای مطرح میکنم که اونها خودش به اندازه خیلی از یافته های ژنتیکی یا حتی قوی تر از اونها میتونن شباهت رفتاری رو توضیح بدن. من این مبحث اینجا رو با معرفی یک کتاب تموم میکنم که به زودی من مبحثی رو خدمتتون ارائه خواهم داد، The Biology of Beauty، در واقع زیست شناسی زیبایی. خیلی به مبحث دوقلوها ربط نداره، ولی خواهید دید که توی این یک بحث خیلی جدی و جالب هست. زیبایی چهره، جذابیت ظاهری از کجا میاد و چقدر رو رفتار ما اثر داره؟ آیا ما چهره‌هایی رو که شبیه خودمونن جذاب‌تر می‌بینیم؟ آیا ما الگو برداری، تقلید و تکرار رفتار چهره‌های جذاب یا شبیه خودمون رو بیشتر یا کمتر انجام می‌دیم؟ و آیا اصولاً جذابیت و زیبایی چهره پدیده ایست که ما اون رو به ژن و بیولوژی نسبت می‌دیم یا برگرفته از فرهنگ و یادگیری است؟ یعنی وقتی شما یه چهره‌ای رو زیبا می‌بینی، آیا اون رو از کسی یاد گرفتی که این زیباست؟ فشار جمعی بوده که او رو زیبا میبینی، یا اینه که نه واقعا یه سری ژن هست، همونطور که بیهیویرال ژنتیسیست ها میگن، و در واقع شما چهره زیبا رو همینجوری تشخیص خواهید داد. چون این هم کمکمون میکنه به حل معمای اینی که چه صفاتی در انسان سرشتی است و چه صفاتی ژنتیکی. پس اگر علاقمند هستید منتظر باشید، به زودی مبحث
زیبایی چهره و اساس بیولوژیک و محیطی اون رو به بحث خواهم گذاشت. این یک ریفرنس خیلی خوب هست، اگر دوست دارید از حالا مطالعه کنید تا من درسنامه رو آماده کنم. The Biology of Beauty یک کتاب معاصر هست، فکر کنم 2018 چاپ شده. The Science Behind Human Attractiveness علم ورای زیبایی انسان ها. تا جلسه بعد، خدا نگهدار همگی.